رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم. انه بسم الله الرحمن الرحيم. برای شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای اخیر کشور و بالاخص شادی روح شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری صلوات بفرست. جناب آقای باهنر ولسوال ولسوالی جاهوری، جناب اکبری صاحب قماندان امنیه ولسوالی جاهوری، جناب اشرف تابش مدیر امنیت ولسوالی جاهوری، رئیس صاحب انوری آقای محسنی نماینده مردم با عزت انگوری، نماینده مردم ده مرده حاجی صاحب رضایی، معاون صاحب توله 43، مردم با عزت هیچه، ملا امام عمومی قریه 42، رئیس شورای ولسوالی جناب ایوبی نماینده صاحب محترم معارف، برادران محترم پاتو، قماندان توله 176 محترم شکرالله شکران، قماندان سوق اداره سید بصیر علوی، محترم توکلی صاحب نماینده مردم محترم پیدگر، برادران محترم هنگور و هیئت همراهشان، السلام علیک جمیعا و رحمت الله. خوش آمدین، صفا آمدین مقدم همه شما عزیزان گلباران. اجازه دهید قبل از همه صحبت ها فرارسیدن 22 سالیاد شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری را خدمتی با سعادت همه مردم بزرگوار تسلیت عرض نمایم. و قول مشهور میگه همیشه چند تن از الهام یافته هستند که به ما الهام میدهند و ارزش آشنایی با آنها از حد و مرز بیرون است، که نمونه بارز آن شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری است. بله، مزاری آبروی نسل ما، نشان انسانیت و نماد برای برابری، عدالت و آزادی است. مزاری در تاریکی ها رهنمای ما، در تنهاها پشتبان ما و در دشواری ها قوت قلب ما و شما هست و در تمام مراحل زندگی الهام دهنده ماست. او بر نظام سیاسی ظالمانه خط بدلان کشید و در برابر نفی و انحصار ایستاد و در طرح و پلان و برنامه‌ای که طرح کرده بود شجاعانه ایستاد تا جایی که جان شیرینش را بر سر آن گذاشت. مزاری از یک مردمی سرکوب شده، از مردمی پراکنده یک ملت شجاع و یک ملت واحد ساخت. از اندیشه مردمی که حذف شده بود، از اندیشه و ایده مردمی که سرکوب شده بود، او بر تیرگی ها و تاریکی های اندیشه های حذف شده و سرکوب شده نور افشانی کرد و از پیکر خود گلوله ساخت و بر دیوار استبداد و ظلم و ستمگری کوبید. فاجعه 22 هود نشانگر عدالت، برابری، روشنگری و اخوت است و این تاریخ ما را به یاد چنین مردی می اندازد. خلاصه کلام، مزاری قامت استوار یک تاریخ، یک راه و یک اندیشه و یک ایدئولوژی است و این ایدئولوژی برای نسل خاموش، حداقل برای ما، حداقل برای ما مردم، برای مردمی که آزادی خواه است، برای مردمی که
حداقل برای هر شهروندی که در یک جغرافیا زندگی می کند یک حقوق و یک امتیاز را قائل می باشد. مزاری فرمود حق خواستن به معنای دشمنی با هیچ کسی نیست. در یک جغرافیا و در یک سرزمینی که از هر قشر زندگی کند از یک حقوق و از یک امتیازات باید برخوردار باشد. شهید مزاری فرموده بود عادلانه زیستن ارزش زندگی را دارد و در ستم زندگی کردن عین مرگ می باشد و برای این زندگی کردن با ارزش و با عزت اگر شد هم ما و شما باید سپر شویم، باید آتش شویم، باید گلوله شویم و سینه دشمنان افغانستان را، سینه دشمنان اخوت و برادری را بشکافیم. امروزه هزاره با مزاری شناخته می شود. مزاری یک نماد است برای عدالت خواهی، برای برادری، روشنگری و برای انسانیت و این نماد سالهای سال برای نسل ما فریاد خواهد زد. امروز از صحبت‌های اساتید گرامی و شخصیت‌ها در این باره مستفید خواهیم شد، اما آنچه که روی سخنم با جوانا، با دانش آموزا و محصلین هست رسالت من تو، رسالت من شما در برابر کاری را که شهید وحدت ملی آغاز کرده بود امروز ما رسالت ما چیست؟ خوب اینجا یک تحقیقی را که دانشمندا و بزرگوارا انجام داده بود گفته بود بیایید نقطه ثقل پیشرفت جامعه ها و کشورها را بیابیم، کشورهایی را با هم مقایسه کنیم، مردمش را، فرهنگش را، رفتارشان را، چه چیز باعث شده که اینها پیشرفت کردند. چند از کشورها را انتخاب کردن، از جمله انگلستان و آمریکا و کجا و کجا را انتخاب میکند که یکی را میگه این کشور نفت داشته، یکی را میگه همسایه های خوب داشته، یکی را میگه ثروت داشته و این ثروتش، نفتش، مردمش و همسایه هایش باعث شده که این کشور به پیشرفت نائل شده و به پیشرفت برسد. اما جالبش اینجاست که در وقتی در افغانستان نوبتش می آید میگه جالب است افغانستان هم نفت دارد، هم همسایه های خوب دارد، اما هیچ کدام اینها باعث پیشرفت افغانستان نشدند. آنچه امیدواری است فقط جوانای این مملکت هست که ما و شما می توانیم با تلاش و زحمت باعث پیشرفت این مملکت شویم. که در قرآن مسجد می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی خداوند در قرآن می فرماید ما فقط از راه علم و دانش می توانیم به قلعه‌های بلند و به معرفت برسیم. امیدوار هستم در چند سال آینده و در یک فرصتی ممکن امنیت سراسری در کشور ما حاکم شود و همه مردم ما. امروز اگر ما امکانات لازم را برای تعلیم و تربیت نداریم حداقل این اندیشه و انرژی در این بخش داریم، حداقل این ایدئولوژی و این ایده را داریم که باید در راه تحصیل، در راه آموزش عمر خود را فدا کنیم. دوستان بزرگوار از وقت کم است، از صحبت های اساتید و شخصیت ها مستفید می شویم. ما بیشتر از این مزاحم اوقات شما نمی شویم و در اخیر صحبت های باز هم مهمانان گرامی را در این مجلس با شکوه خوش آمدید می گویم. موفق باشید برای پیروزی اسلام و مسلمین در سراسر جهان به ختم صلوات.